در 45 کیلومتری مسیر ایلام به در شهر هستیم. به این شکاف‌های عمیق که در امتداد جاده کشیده شده دقت داشته باشید. این همون چیزیه که باعث شده یک بار دیگه تو دمای 45 درجه ایلام از ماشین پیاده شیم و شما رو با یکی از زیباترین مناطق ژئوتوریسم جهان آشنا کنیم. بهتره با هم به کنار دره بریم و از نزدیک ببینیمش. به لبه پرتگاه رسیدیم. اینجا تنگه رازیانه است. تنگه پرپیچ و خم و مخوف با عرض 1 تا 6 متر و عمق حدود 30 متر که به طول بیش از 3 کیلومتر در امتداد مسیر ایلام به در شهر قرار گرفته. این تنگه به عنوان یکی از جذابیت‌های مهم گردشگری منطقه مسافران زیادی رو به خودش جلب میکنه. دیواره های تنگه رو ببینید. اینها لایه های زخیم آهک یا کربنات کلسیوم هستند. طی میلیون ها سال با وقوع زمین لرزه و شکستن لایه های زخیم آهک این شکاف های عمیق در دل زمین به وجود اومدن. عمل انحلال و فرسایش آبی توسط رودخانه دره های شگفت‌انگیزی رو در این منطقه خلق کرده. رودخونه‌ای که از وسط تنگه عبور می‌کنه در زمستان و اوایل بهار بسیار پر آب است، ولی در تابستان تقریباً خشک و کم آب میشه. برای همین اغلب گردشگران تمایل دارن که در بهار به تنگه رازیانه سفر کنند. علت این که به این منطقه تنگه رازیانه گفته میشه، رویش گیاه دارویی رازیانه در این منطقه هست که با گلهای زرد رنگش زیبایی بسیار خاصی به منطقه میبخشه. این تنگه علاوه بر اینکه یک جاذبه گردشگری برای منطقه ایجاد کرده، زیستگاه امنی برای پرندگان مهاجر و بومی و حیواناتی مثل راسو، سمور، کل، بز، شغال، کاراکال و گربه وحشی فراهم کرده. اگه قصد سفر به ایلام و ماجراجویی در تنگه رازیانه رو دارید، حتما با خودتون لوازم حرفه‌ای صخره‌نوردی و دره‌نوردی به همراه داشته باشید. ترجیحاً فصل بهار رو برای سفر به این منطقه انتخاب کنید تا از زیبایی‌های رودخونه پرآبش بهره‌مند بشید. در غیر این صورت توصیه می کنم در قسمت لبه تنگه رازیانه اتراق کنین و از بالا به این شگفتی طبیعت خیره بشید و از دیدنش لذت ببرید.